سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داخل این ویدیو میخوام چند تا ترفند و ویژگی مهم آیفون 15 و 15 پلاس رو بگم که نسبت به نسل قبلی خودش چه تفاوتایی داشته. ترفندایی که کمک میکنه به شما یک کاربر حرفه‌ای تر بشه. بزن بریم بدون معطلی این ویدیو رو شروع کنیم. اگه طرفدار دنیای موبایل باشین و اخبار رو دنبال کنین، دیگه توی مراسم‌های جدید منتظر چیزای جذاب نیستیم. یعنی چیزای بزرگ معرفی بشه که گوشی‌های جدید نسبت به گوشی‌های قبلی خیلی تفاوت داشته باشن. همه چیز ریز و جزئی شده. یه درگاه USB-C اضافه شده، اونم زور اتحادیه اروپا به اپل رسید. داینامیک آیلند رو داشته باشیم، یه سری ویژگی‌های جزئی داخل دوربین و چیزای خیلی دم دستی و ساده. حالا بریم ویژگی‌های نرم افزاری که اضافه شده رو بگیم و اون دکمه اکشن باتن. بریم سراغ اولین ویژگی که مربوط میشه به داینامیک آیلند. این ویژگی اسمش کال بنره. با کمک این ویژگی شما میتونید تنظیم کنید که مثل حالت عادی گوشیتون زنگ بخوره یا نه، وقتی گوشیتون زنگ میخوره اون حالت داینامیک آیلند فقط برای شما بیاد و کل صفحه گوشی شما رو نگیره. حالا این ویژگی رو چجوری فعالش کنیم؟ باید برین توی قسمت تنظیمات، قسمت فون و قسمت اینکامینگ کال. دو تا گزینه داریم. گزینه اولی بنر، گزینه دومی فول اسکرین که میشه همون حالت تمام صفحه و همون بنری که به صورت داینامیک آیلند که یه تماسی دریافت میکنین براتون میاره. دو تا ویژگی بعدی بازم مربوط به داینامیک آیلنده. اصلا کلا چیز خاصی نداره. شما میتونید موزیکتون رو پلی کنین و با یه سری جسچرهای حرکتی به کشیدن سمت راست و چپ موزیک رو تغییر بدین. یه انیمیشن جذابی هم بهش اضافه شده. چیز خاصی تو این قسمت نیومده. آپشن بعدی که توی قسمت داینامیک آیلند، شما زمانی که دارین داخل نرم افزار مپ مسیریابی میکنین میتونین نرم افزار رو به حالت باز نگه دارین و مثلا یه موزیک پلی کنین. میاد اون مسیری که اون فاصله‌ای که تا مقصد دارین و باید به کجا برین، چپ برین یا راست برین و توی قسمت داینامیک آیلند بالا نشون میده. یه سری کاستومایز و یه سری شخصی سازی های اینجوری زده تو دل داینامیک آیلند. اما خودمونیم، یه سری جاها شاید کاربردی نباشه مثل همین. یعنی شما یه عدد 100 متر رو توی اون نمایشگر کوچیک چجوری میخواییم ببینیم؟ اونم وقتی که پشت فرمونید. به نظر من یه سری چیزاش واقعا کاربردی نیست و همینجوری اومده دهن پر کنی. یه سری ویژگی‌هایی آیفون گذاشته که نگیم شبیه قبلیه. حالا میخوایم با کمک یه نرم افزار کاربردی بیایم داینامیک آیلندمون رو شخصی سازی کنیم، یه سری چیزای باحال بهش اضافه کنیم و یه سری شورتکات ها اضافه کنیم. شما باید برین داخل اپ استور و این نرم افزاری که بهتون معرفی میکنن رو دانلودش کنیم. اسم این نرم افزار لاک لانچره. بعد از اینکه بازش کنین توی همون منوی اولیه شما میتونین 7 تا شورتکات اضافه کنین. وقتی شما این 7 تا شورتکات رو اضافه میکنین میتونین 7 تا نرم افزار پرکاربرد رو توی قسمت داینامیک آیلند اضافه کنین. به معنی اینکه چند ثانیه اونجا رو لمس کنین اون نرم افزار رو بر شما ظاهر میشن و میتونین از شورتکاتش استفاده کنین. فرقی نداره میخواین برنامه سیستمی اونجا قرار بدین مثل بلوتوث و وایفا یا برنامه‌های نصبی که خودتون روی گوشی نصب میکنین. برای فعال کردنش هم از همون بالا قسمت سمت راست اون جزیره مانند رو بزنین، یه درخت خرماییه، اونو بزنین و گزینه لایو اکتیویتی رو فعالش کنین. همچنین از همون منو قسمت پایین شما میتونین دما و تاریخ هم اضافه کنین که به صورت فعال توی قسمت داینامیک آیلند شما نشون بده. نرم افزار بعدی که میتونین با کمکش داینامیک آیلندتون رو شخصی سازی کنین اسمش هست پیکسل پالز. این نرم افزار رو شما میتونین از اپ استور دانلودش کنین و با کمک اون یه سری چیزای باحال و یه کاراکترهای باحالی توی همون قسمت داینامیک آیلندتون اضافه کنین. برای کسایی که دنبال اینجور شخصی سازی ها هستن شاید به درد بخور. چیز کاربردی نیست. باعث میشه سرگرم بشین توی محیط رابط کاربری گوشیتون. حالا بریم جلوتر یه سری ویژگی های جذاب بهتون معرفی کنم. در ضمن نکته این وسط بهتون بگم که خیلی خوب شد که اتحادیه اروپا زورش به اپل رسید. باعث شد که درگاه USB-C بیا توی این گوشی. این یه خبر خوبیه چون شما میتونید فلش بهش متصل کنید و کلی اکسسوری مختلف از فلش و میکروفون گرفته تا کلی اکسسوریایی که برای USB-C ساخته شده رو میتونید به گوشی متصل کنید. حالا از این ویژگی‌هایی که قبلا بهتون توی iOS 17 معرفی کردم میخوام سریع رد بشم. شما میتونید هر کانتکتتون رو شخصی سازی کنید، تصویرش رو حتی با فونت‌های مختلف اسمش رو یادداشت کنید. میتونید با ویژگی نیم دراپ شمارتون رو به اشتراک بذارید با نزدیک کردن دوتا گوشی آیفون و میتونید با حالت جدید ایر دراپ با نزدیک کردن دوتا گوشی به هم دیگه خیلی راحت شیر کنید محتوایی که دارین، عکسایی که دارین بین دوتا گوشی شیر کنید. بریم سراغ قسمت‌های بعدی.
حتما هم شما میدونید که توی آیفون 15 ها رزولوشن دوربین به صورت پیشفرض روی 24 مگاپیکسل تنظیم شده، اما خبر خوب اینه که شما بین 12 مگاپیکسل، 48 مگاپیکسل و 24 مگاپیکسل میتونید جابجا بشید. برای این منظور باید برید توی قسمت تنظیمات، قسمت کامера و قسمت فرمت. وقتی این گزینه رو فعال کنیم برید داخل دوربین، عکس‌ها به صورت پیشفرض میتونید 24 مگاپیکسل بگیرید. اما از اون بالا سمت راست اگه گزینه HEIF ماکس رو بزنین، HEIF ماکس یه همچین گزینه بالای قسمت دوربینتون قرار داره. اگه این گزینه رو بزنین میتونین به صورت 48 مگاپیکسلی که وضوح بیشتری دارن عکساتون رو ثبت کنین و بتونین زوم بیشتری کنین روی عکس. قابلیت خیلی کاربردی دیگه که اضافه شده، پس کنین یه عکس گرفتین، یه شخصی هم توی تصویر اون آیکون F اون پایین ظاهر شده، بعد از اینکه عکسو گرفتین میتونین برین توی قسمت تنظیمات گالریتون اون عکسو باز کنین و روی ادیت فوکوس عکس بزنین. حالا میتونین قسمت‌های مختلف عکسو انتخاب کنین، تار شدنشو مشخص کنین، حتی اون سوژه‌ای که قرار واضح باشه رو از این قسمت انتخابش کنین. خیلی کمک می‌کنه برای کسایی که تولید محتوا می‌خوان انجام بدن. آخرین آپشن فوق‌العاده‌ای هم که اضافه شده، شما میتونید از عکس‌های با کیفیت 48 مگاپیکسلیتون یک کراپ تر تمیز در بیارین که خیلی بهتون کمک می‌کنه برای عکسایی که از فاصله دور گرفتین و حواستون نبود. بریم سراغ آپشن کاربردی بعدی. اگه از داخل تنظیمات بیاین قسمت استندبای، این گزینه رو فعالش کنین، شما میتونین کلی ویژه توی حالت استندبای داشته باشین. حالت استندبای اینجوریه که گوشیتون رو می‌ذارین به شارژ کنار تختتون قرار میدین، میتونین ساعت رو داشته باشین، تقویم رو داشته باشین، حتی آلبوماتون رو ورق بزنین و نگاه کنین. یه چیز خیلی کاربردیه که توی iOS 17 اضافه شده و اومده توی آیفون 15 یکم بهینه تر شده و خیلی بهتر شده. همچنین توی قسمت شارژ موبایلتون داخل تنظیمات که مسیرش رو بهتون میگم، یه گزینه ویز شارژین اپتیمایزیشن اضافه شده که میتونه بهینه تر گوشی شما رو شارژ کنه برای کسایی که دغدغه باتری دارن. با توجه به عادت شما میتونین مشخص کنین که زیر 80%، به محض اینکه به 80% رسید قطع بشه و یا طبق عادت شما باشه که الان مسیرش رو بهتون میگم. شما اگه وارد تنظیمات بشین قسمت باتری هلس ان شارژینگ رو بزنین، با زدن گزینه شارژینگ اپتیمایزیشن میتونین این سهالتی که بهتون گفتم رو انتخاب کنین. حالا یه سری ویژگی هم توی قسمت تماس ها اضافه شده. اولین ویژگی که اضافه شده، اگه شما تماس ویدئویی به صورت فیس تایم داشته باشین، اگه لایک رو نشون بدین یا قلب رو نشون بدین، یه سری جستچر رو توی گوشی شما نمایش داده میشه که یه حالت انیمیشنی خیلی باحال و پویا به تماستون اضافه میکنه. همچنین آپشن لایو وایس میل رو داریم که میتونه به صورت متن اون تماس شما رو نمایش بده. چجوری این آپشن رو فعالش کنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم؟ برید توی قسمت تنظیماتتون و ریژن خودتون رو روی آمریکا قرار بدین تا این ویژگی برای شما فعال بشه. بخش ویژتاتون رو توی قسمت همون صفحه اصلیتون چک بکنین، میبینین که ویژت مخاطبین هم به شما اضافه شده. با کمک این ویژت شما میتونین یکی از مخاطبای پرتکرارتون رو اضافه کنین و خیلی راحت از همونجا یه دونه دکمه بهش زنگ بزنین یا پیام. و آخرین آپشنی که میخوام بهتون معرفی کنم، اگه توی قسمت همون تنظیمات سیری برین، هم گزینه اولی شما میتونین انتخاب کنین که به جای هی سیری بگین سیری، خیلی راحت تر و سریع تر به شما جواب میده. خب رفقا، اینم از چند تا ترفند باحال برای سریای آیفون 15 و 15 پلاس. توی ویدئوی بعدی برای آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس هم میسازم، حتما اون ویدئو رو هم بعد از این ببینید.